سلام، خسته نباشی. سلام، ممنون. این تصاویر کافی شاپ پاتوق رویا با نزدیکترین دوستاشه. رفتیم اونجا یه سری زدیم و پرسوجو کردیم. این فیلم هم از اونجا پیدا کردیم. با یه سری از دوستاش دوره هم جمعن. رویا دختر پر جنب و جوش و پر ارتباطی نبوده. این تولد هم توسط یه دختر گرفته شده. اسمش لیلاست ولی همه بهش میگن فرشته. حالا چرا فرشته؟ اونایی که میشناسنش میگن مثل فرشته مهربونه. عجب. بیشتر از یک سال با رویا توی آموزشگاه زبان آشنا شده. تاریخا نشون میده شروع دوستیشون هلوش همون زمانی بوده که نامزدی بهزاد و رویا به هم خورده. خیلی زودم به صمیمی‌ترین دوست رویا تبدیل شده. دقیقاً وقتی که رویا از لحاظ روحی خیلی آسیب پذیر بوده. فرشته یا همون لیلای خانواده فقیر و نابسامان داره. از خونه زده بیرون تا تنهایی روی پای خودش وایسه. تونسته؟ الان تنهایی یه آپارتمان توی اکباتان داره، اجاره‌ای. یه ماشین هم داره که با همون وسایل آرایشی بهداشتی پخش میکنه. شرکت ها همه قانونی هن. اما یه جمع و تفریق توی دخل و خرجش نشون میده که درآمدش کفافه همچین زندگی رو نمیده. هیچ کس به فرقه ها مراجعه نمیکنه. فرقه ها طی فرایند نیرو جذب میکنه. اغلب اوقات اعضای فرقه ها هستن که آموزش دیدن و برای جذب آدم های جدید دنبال شکار میگردن. روی فرشته بیشتر کار کنید. یه دلیل روشن‌تر میخوام که اونو به طور مستقیم به رویا وصل کنه. یه چیزی که بتونم باهاش برم سراغ اصل کیس. رویا هر چیزی رو که یه جوان آرزوشو داره داشته. چطوری میشه یه دختری که این همه تو آسایش و رفاهی همچین کاری با خودش و خانواده‌اش بکنه؟ خانواده‌ای که بچه‌شو عزیزترین کسش رو تنها میگذاره باید منتظر عواقبش هم باشه. فیلم آماده کنید، میخوام ببینم. چشم. به گرمی خورشید و رویش درخت زندگی من گلنار، به مرگ رویا و تولد نام تازم گلنار. Thank you.
الان دو هفته است داریم تو انبار که دنبال سوزن میگردیم. فرض کن این قضایه هیچ ربطی به فرقه نداشته باشه. اینطوری نگاه کن که رویا با سرقت بانک پدرش خواسته زهر چشمی بگیره و خانواده‌شو به خاطر بی‌توجهی تنبیه کنه. بعد کار دستش در رفته، زده نگهبان و کشته و فراری شده. رفته سراغ قاچاقچی های انسان، اونم از مرز ردش کردن. چون تنها راه نجات رویا از دستگیری خروج غیرقانونی از کشوره. پول لازم هم که از سرقت بانک داشته. خب اینم میتونه یه فرضیه باشه. اما روند تغییرات روحی رویا، رفتن و برگشتنش و بعدم قتل، همین چیزاست که کیس رویا رو از یه دعوای خانوادگی و رسیدن به فرضیه تو پیچیده تر میکنه. تو این شهر درندش هر روز هزار تا اتفاق پیچیده تر از این میفته. ربط همش به فرقه یکم بعید به نظر میرسه. اما حرف من همونه. بهت گفته بودم که فرش ما رو به رویا میرسون. اینو ببین. منو گشتی سر کار؟ خب اینو از اول نشون میدادی. میخواستم تو تحلیلات شک کنی. با حکمی که دادین تمام حساب و کتاب های بانکشو بررسی کردین. اینا همه دریافتی های خانم لیلا سهیلی از مؤسسه راه روشنه، همون مؤسسه‌ای که به عنوان سوژه داشتیمش. گم شدن رویا میتونه ادامه همون کیس باشه. الان حکم بازداشتشو مینویسم. بازداشت فرشته فعلا به ما کمک نمیکنه. بگیریمش یا بو ببره که دنبالشین ممکنه جون رویا رو به خطر بندازه. پیروانشون یا خودشونو میکشن یا تو بازجویی کلامی حرف نمیزنن. نمونش افسانه، تا حالا یه کلام هم حرف نزده. اومدیم برای حکم. مجوز تعقیب مراقبت و کنترل فرشته رو میخواییم. فرشته ممکنه ما رو برسونه به رویا و با رویا هم میتونیم برسیم به باغ. میتونید شروع کنید. حواست باشه. خب چه خبر؟ هیچ، نه رفتی نه آمدی، کاملا یه زندگی معمولی. Thank you.
برنامهش منظمه، سر یه ساعت میخوابه، سر یه ساعت بیدار میشه، هر شب و هر روز همینه. اصولا آدمایی که مجردن تنبل و بی‌نظمن، ولی معلومه که این با بقیه فرق داره. اساسا یه آدم با همه آدما فرق میکنه. همون یادت باشه یه پیرو حتی اگه تنها باشه هیچ وقت با آموزشایی که دیده خیانت نمیکنه. این جور نظم و ترتیبا یه جور تربیت فرقه‌ایه. اون نظمی رو که تو فرقه یاد گرفته دنبال میکنه. چراغ رو خاموش کن. نوز مهتابی رفت. الان موقع نوشتن گزارش های روزانشه. هر شب مینویسه؟ آره. هر کجا که رفته، هر کاری که کرده، هر فکری که به ذهنش خطور کرده یا هر خطایی که ازش سر زده همه رو یادداشت میکنه. بهش میگن بالا آوردن. بعد همه چی رو کاغذ بالا بیاد. از این ملاقات ها نمیشه به سادگی رد شد. لابلای اینا یه چیزایی از ساسان فهمیدم. یه مدتیه که پستاش خیلی عاشقانه و رمانتیک شده، ارتباطش با دوستایی که داشته خیلی کم شده، و یه چیز دیگه این که قبل از این اتفاقات تو تدارک رفتن به کانادا بوده. خب این میتونه یه دلیل ارتباط فرشته با ساسان باشه. ساسان عاشق اون شده، فرشته میخواد از طریق ساسان از ایران بره. پس قراره فرشته با نوید چی؟ خب همین گیج کننده است. تا جایی که ما فهمیدیم نوید و ساسان خبر ندارن که فرشته با هر دوتای اونها قرارای گذاشته. فرشته خیلی به خانواده رویا نزدیکه. توی گزارش‌های سرگرد جان نثاری هم بهش اشاره شده. سلام گرگ بی‌تمنیست. باید بفهمیم پشت این همه توجه و همدلی فرشته به خانواده رویا چی پنهان شد. چی داریم؟ چی نداریم؟ هیچی. هیچ تماس و ارتباطی با رویا نداشته. یعنی هیچ تماس و رفتار مشکوکی نداشته. آب جوش؟ ممنون. کافی. من که میگم حسابای خیریه رو مبنون قرار بدیم دستگیرش بکنیم. امیدوار باشیم تو بازجویی حرف بزنه ها. اگه فرشته رو بگیریم شاید رویا رو برای همیشه از دست بدین. تو تمام این مدت ادعا میکنه از زمانی که رویا برگشته میونهشون شکراب شده. تو گزارشای جان نثاری هم هست. فرشته حواسش جمعه. احتمالاً یه خط کاریه. یه جور قرارداد. یه کار تیمی مثل دوی امدادی. فرشته ممکنه مجری بخشی از کار باشه. به احتمال زیاد خودش یه پیرو قدیمیه. پیرو قدیمی دنبال جذب آدمای جدیدن. اونا برای جذب کردن آدم ها یا آموزش دیدن یا اینکه از روش هایی که خودشون جذب شدن استفاده میکنن. دعوای بین فرشته و رویای دعوای زریریه. شاید فرشته ما رو به رویا نرسونه، اما ممکنه بتونیم قبل از اینکه یه بیخبر از همه جای دیگر رو تو تور بندازه جلوشو بگیریم. مثل رابطه زدن فرشته با ساسان و نوید. پس باید صبر کرد با حواس جمع. دستانشون
عرض کردم بدون کاغذ خرید نمیخرم. ما اینجا از این کارا نمیکنیم. این طلا براتون آشنا نیست آقای طهوری؟ طلا سیگه آشنا غریبه نداره. خبر دارم که این طلا برای مغازه شماست. اینا رو از یه مال خر گرفتن. اونم گفته طلای مسروقه برای مغازه های طهوری بود. آدرس اشتباهی بهتون دادن. اصلا مغازه ما دوز نیومده. میشه طلا فروشی رو دوز بزنه صاحبش پلیس خبر نکنه؟ اینم حرفیه. مگه اینکه دوز آشنا بوده و شما نخواسته باشید بشید. شده. من اومدم که مرتضی رو ببینم. کجاست؟ دلم نمیخواد دوباره پاش به هیچ کثافتکاری باز بشه. چی اومدم میگفتم؟ راپورت دوزی پسرم رو میدادم. توف سربالا هست. تحتواری بود. اونم پشت چند تا دختر. قاعدش اینه که لوسش میکردیم، اما من دوست نداشتم بچه‌م نونور بار بیاد. این شد که از اون بر پشت اون افتادم، بهش زخم میگرفتم، روی خوش بهش نشون نمیدادم، مخصوصا جلو بقیه. اونم سر ناسازگاری گذاشت، مدام دعوا بود و کل کرد. منم که کل شختر از اون. نتیجه این که اخونه برید و یه مدت گم و گور شد. گفتن هر جا باشه بی پول که بشه بر میگرده. همینطور هم شد. یه هفته بعدش برگشت. از این رو به اون رو شده بود. سر به راه، اهل، مهربون. انگار دنیا رو بهم داده. چند هفته بعدش همین موقع بود یه نفر نقاب زده از در اومد تو. از صداش فهمیدم که مرتضای خودم. هرچی بهش التماس کردم فایده نداشت. چند ضربه چاقو به هم زد و طلاهامو برد. لام تا کام حرف نزدم، به هیچ کسی چی نگفتم تا همین الان. مرتضی الان کجاست؟ 20 روزی از دوزی که گذشت اومد خونه. داغون بود. گفت طلاها رو داده رفته. من همین که برگشته بود خوش بودم و پاپیش نشدم. فرستادم شمال پیش یکی از خواهرش. الان اونجاست. یه نفر هست که میخواد مرتضی رو ببینی. بی خیال شو. شاکی مرتضی منم که شکایتی ندارم. کسی کاری به کار مرتضی نداره. قول میدم. ببینید آقای طهوری، همینقدر بهتون بگم جوانهای زیادی هم مثل مرتضی که در خطرن، از اونا سوء استفاده شده. مرتضی میتونه به اونا کمک بکنه. شما رو منو داشته باشید. Yeah.
سرد دخترم، از همین یه شالشم برات میبافم. چقدر خوش رنگه، من خیلی این رنگو دوست دارم. چی بهت گفتم نوید؟ چی گفتم ها؟ من مادرم، میتونم دخترمون چی دوست داره. رویا مامان، برای دکمه هاش از این دکمه آب نباتی ها میخوام برات بزنم. خیلی قشنگ میشه. چی میشه مامان؟ چی گفتی؟ چی میشه؟ خیلی قشنگ میشه. قشنگ میشه. زمانی که بری دانشگاه هر سال برات یه دونه شال گردنه قشنگ میگفت بردم پیشش بمونم دیگه. دارو هم روش جوابی نداره، هی داره بدتر و بدتر میشه. برای شوک درمانی تجویز کردم. دوباره میگن ممکنه کمک کنه به بیمارای مشابه اون با شرایطتون، اونایی که افسردگی داشتن کمک کرد. خب خیلی خوبه که حداقل یه راهی هست. چیز دیگه ای هست که به من نمیگی؟ خاطر ماجراهای رویا و تا اینکه قضیه روشن بشه حقوقمو قطع کردم. خودت داری میبینی، ژیلا و نگهداریش، بیمارستان، الانم شوک درمانی، هزینه هاش. نمیدونم از پسش برمیام یا نه. هر کس دیگه جای تو بود تا الان ول کرده بود، رفته بود. رویا با کار شما رو انداخته تو این وضعیت. خسته شدم فرشته، خیلی خسته شدم. دلم خواهد یه نفر بیاد و از خواب بیدارم کنه. از یه طرف میگم کاشکی جای اون بودم، حداقل اون تو خیال با دخترش خوشه. تا حالا آرزوی دیوونگی کردی؟ من کردم چندین بار. دلم خواسته دیوونشم، خولشم، قاطی کنم. من نمیگم این روزا سخت نیست، بدون که تنها نیستی. همین که منو محرم میدونی و از هزینه و بی پولی با هم حرف میزنی خوشحالم.
خوشحالم که من اینقدر به خودت نزدیک میدونی. بیا، خیلی توش پول نیست، اما اینقدری هست که یکم خیالت راحت کنه. من نمیتونم تو این وضعیت ببینم. نه، نمیتونم اینو قبول کنم، نه؟ اصلا. ببین، من برمیگردم سر کارم. تحقیقات ادامه داره، به نتیجه میرسم، بالاخره همه چیم حلوم میشه. همیشه که این کابوس ادامه پیدا نمیکنه که. از من نخواه اینو قبول کنم. یه نگاه سکوت چیه؟ یعنی ادامه پیدا میکنه؟ تو چی میخوایی بگی فرشته؟ اما همه چی که با تعلیق و قد و حقوق تموم نمیشه. اگه رویا پیدا نشه، اگه دادگاه تو رو مقصر بدونه، به حکم هم دستی بده یا هر چیز دیگه، ممکنه اموالتو مصادره کنه. اصلا ممکنه بیفتی زندان. بقیه از اینی که هست بدتر نمیشه. حکم رویا که معلومه، جیلا هم که تو این وضعه. تو باید یکم به فکر خودت باشی نوید. تا دیر نشده هر چی داری بفروش، یا بزن به نام یکی از فامیل آشنا. تا با از آسیاب بیفته از ایران برو. اگه نیفتاد چی؟ هر جای که رفتی همونجا بمون. تو حقت یه زندگی آرومه نوید. تو هر کاری که باید بکنی کردی. الانم برو خونه استراحت کن، من اینجا میمونم. اینه از من قبول کن به عنوان قرض. اینه از من نخواه، نمیتونم قبول کنم. من تو دل و دماغ ندارم. یه گروه بدمینتون بودیم توی همین پارک. فقط بازی اون هم پای من بود. امیر مثل داداشو نداشتم پشتم بود. میگفت قهرمان جهان برام کم. میگفت تو بدمینتون رقیب ندارم. تو همین پارک باهاش اخت شدم. کلش پر بود، سوادش بالا بود. میگفت میاد پارک برای فوق درس بخونه. با هم رفیق باب شدیم. براش تعریف کردم که تو خونه بابام چه بلایی سرم میاره. گیر میده، بد اخلاقی میکنه. از ترس اینکه یکی یه دونه شه وقت بچه ننه بار نیاد. من بچه ننه نبودم، نیستم. فقط میخواستم بابام یه بار تو روم بخنده، یه حالی ازم بپرسه، یه بار بگه مرتضی آخرت به چند. اون خیلی چیزا به هم یاد داد. شاد باشم، خودم باشم. میگفت از سر آقاتم زیادی. گفت فاید یه چند روزی از خونه بزنم بیرون تا براشون عزیز شم، قدرمو بدونم. گفتم کجا؟ کجا برم که از این جهنم خلاص شم؟ گفت بهشت. بهشت؟ باقه بهشت اونجا بردنت؟ با چشم بسته رفتم، ولی اونجا انگار چشمان باز شد. عین خواب بود اولش. هرچی تو سری خورده بودم از آقام، اونجا به جاش رو تخم چشم بقیه بودم. پس چرا اومدی بیرون؟ باید پاک می شدم. امیر گفته بود حالا که می خوای برگردی باید پاک شی. باید رها می شدم. باید لیاقت پیدا میکردم. باید پاک میشدم. با دزدی از طلا فروشی پدرت؟ تا حالا کیو دیدی که با دزدی پاک بشه؟ برای برگشتن به اونجا هر کاری امیر میگفت میکردم. بابام که به غیر از بدخلقی کردن و تو سری زدن کاری برام نکرده. پس چرا اون مدتی رو که معلوم کرده بودن و اونجا نموندی؟ کم آوردم. تنهایی، تنهایی.
تنهایی دیوونم کرده بود. همون هفته اول اینجوری شدم، موهام ریخت، بابام که خونی افتاده بود کف مغازه همش جلوی چشمام بود، کم آوردم. روز 24 از اونجا زدم بیرون، 3-4 شب توی خیابونا خوابیدم، میترسیدم برم خونه. برگشتم دوباره، کسی اونجا نبود، خونه رو اجاره داده بودن به یه کس دیگه. امیرم پیدا نکردم، فکر کنم فهمیده بود کم آوردم، فهمیده بودن لیاقت ندارم. تو لیاقتت بیشتر از این حرف هست مرتضی، خدا خیلی دوستت داره که الان اینجایی، پدرت هم دوستت داره، با اینکه اون بلا رو سرش آوردی بازم تو رو بخشیده. روم نمیشه تو چشمای بابام نگاه کنم. کسی که بهت میگه پدرتو بزن، خونتو رها کن، رفیقت نیست. نباید بهش اعتماد کرد. امیر اگر رفیقته پس الان کجاست؟ ولم کرد، پشتمو خالی کرد. امیر هیچ وقت پشت نبوده که بخواد خالی کنه، اون اینجا تو خالی کرد. کمک کن مرتضی، هم به خودت هم به ما. معلوم نیست امیر تا حالا قلب و روح چند نفر مثل تو رو دزدیده. اونا کی بودن؟ من کیم؟ تا حالا در مورد فرقه ها چیزی شنیدی؟ نه. ظاهرشون ساده است، اما خیلی پیچیدن. اولش مهربونن، باهات همراهن، فکر میکنی بهترین چیزها رو برات میخواد. آره امیرم همینطوری بود، تو باغم همه با هم مهربون بودن. در عوض مهربونی چی بهشون دادی؟ نمیدونم. طلای بابام؟ نه، روحت. روحتو بهشون دادی مرتضی. بهمون کمک کن تا پیداشون کنیم. پس بدمینتونت خوبه. بیا. در یک فرقه مخرب، اساس کنترل در دست گروه یا رهبر فرقه است. فرد جذب شده قدرت تصمیم گیری خود را واگذار می کند. یک شبه شخصیت کاذب خلق می شود که خیشتن واقعی را سرکوب، فردیت را محکوم و اراده آزاد محو می گردد تا افراد در تاریکی و ابهام فرو